خب بینندگان عزیز، میرسیم به گفتگوی امروز ما و میخوایم نگاهی بکنیم به مهمترین تحولات هفته و همراه هستیم با علی خدایی صفت. با تشکر خوش آمدید به برنامه سرخط. همچنین تشکر میکنم از شما. سلام خدمت بینندگان عزیز. دو تا از مهمترین رخدادهای هفته گذشته، یکی استعفای سعد حریری بود و یکی هم حمله موشکی از یمن به عربستان. آیا تحول مهم دیگه‌ای هم بوده؟ بله، خب این دو تحول که در واقع به هم پیوسته است در زمینه فشارهای بین المللی و منطقه‌ای به رژیم این مهمترین خبرها بود، ولی فشارهایی که به رژیم داره میاد و خلاصه رژیم در محاصره قرار گرفته فقط از طرف خارج بین المللی و منطقه نیست، بلکه فشارهای بسیار مهمتری از درون جامعه به رژیم میاد که باید اینها را هم توجه داشت بهش، کما اینکه مرتباً خود سردمداران رژیم، کارگزاران رژیم یا کارشناسانشون به اشکال مختلف ابراز نگرانی میکنن در مورد اونچه که در جامعه ایران میگذره، که خب شکل برجسته و اون نموده قابل توجهش که مرتباً شاهدش هستیم اعتراضات گسترده هست که هر روز داره گسترده تر میشه، در شهرهای بیشتری صورت میگیره و این اعتراضات از قبل اعلام میشه به نسبت مثلا سالهای گذشته که اعتراضات امکان نداشت از قبل هماهنگ بشه، اینجا از قبل اعلام میشه، سازمان یافتگی بیشتری درش هست، همونطوری که مثلا در مورد پاسارگاد در همین هفته اخیراً شاهدش بودیم که خیلی سازمان یافته بود، گزارش هایی که از صحنه اومده بود سیمای آزادی پخش کرد بسیار قابل توجه بود، اعتراضات هم همینطور مرتباً هم گسترده میشه، هم شدت بیشتری پیدا میکنه که این شدت بیشتر رو میشه در خود نوع اقدامات و اعتراضات دید، مثلا راهپیمایی میکنن، اعتراض میکنن، خیابون ها رو میبندن، در مواردی در اماکن مختلف ظاهر میشن اعتراض میکنن، یه مدتی تحسن کردن، خود مثلا مقوله تحسن، و شعارها هم مرتباً ارتقا پیدا میکنه. خب شعارها اساساً رفته روی حکومت، کل رژیم، بخش‌های مختلف رژیم که خب اگر اینا رو کنار هم بذاریم میشه کل حکومت. مثلا یک سلسله شعارها قضائیه رژیم رو هدف قرار میده. خب قضائیه رژیم میدونیم کاملاً تحت به اصطلاح اون قسمت باند مربوط به خامنه‌ای هست، یعنی هژمونیش و در واقع مدیریتش و اینها با خود خامنه ای هست، رئیس قوه قضاییه خود خامنه ای اصلا تعیین میکنه دیگه، که خب مثلا به طور خاص روی سرکرده قضاییه و سردشقیم قضاییه، مثلا میگن لاریجانی قاضیه با دزدا هم بازیه، خب دیگه ببینید چی باقی میمونه برای یک قوه رژیم. همونطور از اون طرف رو قوه اجراییه که آخوند روحانی باشه میگن دولت تدبیر و امید کور بود دزدی رو ندید، یا به شکل‌های مختلف مرگ بر این دولت مردم فریب، اینها مثلا توی شعارهاشون هست، عامل دزدی کیه، قضایی مجریه و از این قبیل، که خب اینا و به طور مشخص که مثلا رفته روی سیاست‌های اصلی به قول خودشون راهبردی نظام، از جمله دخالت‌هاش توی سوریه و لبنان، مثلا میگه پولا رفته سوریه، پرونده ها سوریه، سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن، که خب این معمولا نسبت به این شعارها خیلی رژیم واکنش نشون میده تو رسانه هاشون به شکل های مختلف هست که من دیگه الان به نمونه هاش نمیپردازم. اما نکته که میخوام بگم این ارتقای این شعارها همینطوری که سیاسی میشه، سیاسی میشه، بیشتر به اصطلاح بخش های مختلف حاکمیت و مورد حمله قرار میده، تمامیت حاکمیت و مورد حمله قرار میده، اوجش اونجاییست که برسه به کجا، به اونجایی که خود خامنه ای رو هدف قرار بده با. که خب اینا میپوشوندن این قضیه رو تو این مدت و سعی میکنن اونجاهایی که چنین چیزایی ظاهر میشد کاملا خبراش رو بپوشونن و اصلا خبرش نرسه، ولی این هفته خوشبختانه یه نمونه پیش اومد توی کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی دولت نوبخت، یه نفری یکی از همین به اصطلاح خبرنگاراشون بوده به نام مردوخی که خب تلویزیون سیما پخش کرد خود صحنه شو، من نمیخوام دیگه اون صحنه رو تکرار کنم، این اومد اعتراف کرد، مهمش اعترافشه
که اونجا من در به اصطلاح نمایشگاه مطبوعات که بودم 300 نفر اومدن از همین غارت شدگان و شعار میدادن علیه رهبر، همینطوری که این گفت. بعدم که من خواستم به اصطلاح ممانعت کنم یا بگم چرا شعار میدین، نمیدونم منو هول دادن، 13 تا بخیه خورد و خود صحنه رو نشون میداد، که خب هم درجه خشم مطابق این اعتراف ها درجه خشم این معترضین رو نشون میده، که این درجه خشم همونیه که اگر بخوای به اصطلاح تعبیرش کنی به زبونی که خود همین رسانه‌های رژیم میگن، نزدیک میشه به همون براندازی، اراده براندازی. یعنی این با هم دیگه خیلی نزدیک میشه، این درجه از خشم. همچنین شعار علیه خامنه‌ای. خب اینا نکات قابل توجهی هست در مورد این اعتراضات که خب هر روزم بالاتر میگیره. بله ببخشید وسط صحبتتون، ولی آیا این درسته که گویا میخوان مقداری از پولهای این غارت شدگان رو بپردازن و آیا این تاثیر منفی روی این اعتراضات نخواهد داشت؟ بله. خب این حرفا رو زدن الان مدتیه، دفعه پیشم صحبت کردیم در موردش، که همون همزمان با اینکه گفتن مثلا تا سقف 200 میلیون رو می‌خوایم بپردازیم، ولی مدتیه اینو میگن. چند تا از کارشناسای خود رژیم یا مثلا از اعضای مجلس رژیم اومدن گفتن این هم چیزی امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه ابعاد این غارت شدگان خیلی بالاست. 400 500 هزار فقط مال یکی از همین به اصطلاح مؤسسات به نام کاسپین و مؤسسات وابستش، که البته همه مؤسسات همشون وابسته به سپاه و خود خامنه‌ای و اینا هستن، یکی از اینا تازه 400-500 هزار، که خب اگر بخوایم متوسطش رو حساب کنیم و مثلا میزانی که بخواد رژیم بده سر به بالای چند ده میلیارد دلار میزنه اگه بخوان واقعا صفر صفر کنن و بخوان بپردازن، و اگر هم نه بخشی رو بپردازن، به نظر من این برعکس اثر میذاره. یعنی مثلا غارت شده ای که فرض کنیم رفته مثلا به قول خودشون 200 میلیون تومان پول داشته، حالا به زور جمع کرده با همه مشکلات، اینو میخواسته سرمایه بکنه برای اینکه زندگیشو یکم توش تغییر بده، این دزدیده شده، حالا بیان مثلا یه مقدار بخششو بهش بدن، این بیشتر مثل بنزین روی آتیش میمونه. و همین که اگر یکی از این مؤسسه ها بده، حتما مؤسسه های دیگه باز وارد صحنه میشن، کما اینکه از همون روزی که الان صحبت شده که بخشی از پولو میدن، اعتراضات باز بیشتر گسترده شده. بنابراین این به نظر من مطلقاً راهگشا نیست. اینکه بخواد بین 30 تا 50 میلیارد مطابق محاسبات مختلفی که شده بخواد واقعا پول بپردازه این رژیم، خب اگه پول داشت که به زخم کارهای دیگه‌اش میزد، اگر نیاز نداشت که اصلا این دزدی رو نباید میکرد، پس بنابراین این دزدی ها رو کرده که نیاز داره، بازم در صدد دزدی های خیلی بیشتر اصلا می الان بحث یارانه های نقدی هست که به اصطلاح اینو حذف کنن به اشکالی، نمیدونم بدن به یک بخش مشخصی که توی این باز چه یک دزدی کلان دیگه و دست ها توی جیب مردم، توی سفره مردم، باز مجدداً میخواد بره همون سفره های خالی و جیب های خالی. بنابراین نه، چنین چیزی به نظر نمیرسه. حالا ببینیم در صحنه عمل چی میشه. حالا در ادامه اشاره کردم به پاسارگاد. پاسارگاد که این دفعه اتفاق افتاد، چند تا نکته مهم درش بود. من جزئیات خبریش اینا پخش شده دیگه به اونا نمیپردازم. یکی این که رژیم در ابعاد بسیار گسترده نیرو وارد کرد در تمام جاده ها، مناطق به اصطلاح منتهی به پاسارگاد، حتی مناطق کوهستانی و نمیدونم جاده های فرعی و زمین های کشاورزی و اینها، و در تمام این منطقه هلیکوپتر وارد کرد. یکی از همین خبرنگاران سیما که گزارش داده بود، چون چندین گزارش در این زمینه اومد که بسیار قابل توجه بود، یا کسانی که شاهد صحنه بود، گفته بود که گویا این رژیم لشکری بسیج کرده بود که با لشکر کوروش مقابله کنه، لشکر عظیم کوروش. واقعیت هم همینه، در صحنه در شرایط اختناق که نمیشه به اصطلاح نیروی مقابل رو دید و شناخت، ابعادش رو در آورد، استعدادش رو در آورد، اینکه مثلا چه نیروی الان میخواد بسیج بشه، چه ابعادی از مردم جوانان میخوان بیان اونجا در صحنه، خب اختناق اجازه نمیده این معلوم بشه، ولی از بسیج نیروی متقابل میشه فهمید، چون بالاخره وقتی یک مثلا نیروی میاد بسیج میکنه برای مقابله با یک دشمنی که اون دشمن دیده نمیشه، فرض کنیم مثلا دشمنی پشت تپه هاست، ما از این طرف میبینیم که مثلا یک سپاه بسیج شده،
یه وقت هست میبینیم مثلا یه گردان بسیج شده، میتونیم بفهمیم استعداد اون نیرویی که پشت تپه هاست میخواد بره با اون بجنگه چقدره و هم متناسب با همین گردانه. ولی اگه سپاه بسیج کنه، لشکر بسیج کنه، اینا بسیج کنه، معلومه که حالا اینا خود به خود خود مردم و شرکت کنند در صحنه میگفتن که از میزان این بسیج میشه این رو فهمید. و در مجموع با اینکه به اصطلاح سعی کرد جلوی اون به اصطلاح حضور مردم در اون صحنه رو بگیره، ولی این به اصطلاح رویارویی‌های گسترده از شیراز گرفته تا جاده‌های منتهی به پاسارگاد تا کوه‌ها و مناطق کشاورزی و اینها، این نشون داد که و اون حرکت سازمان یافته و گزارش‌های سازمان یافته که اومد و حتی گزارش‌هایی که رسید از اینکه رویارویی دستگیر شدگان، مثلا یه سری رو دستگیر کرده بودن، خب گزارش‌ها میگه که این دستگیر شده با چه روحیه بالایی تو همون صحنه دستگیری ها با همین به اصطلاح سرکردگان نیروی انتظامی اینا برخورد میکردن و مقابله میکردن. خود این نشون میده که این تحولات و این تعادل قوا داره به چه سمتی میره. خب این از این زاویه بسیار قابل توجه. من همینجا اشاره کنم به این که در همین داستان پاسارگاد اونچه که رژیم میگفت و انگشت میذاشت برای همین بسیج گستردش، میگفت چون مجاهدین به اصطلاح نقش دارن در این قضیه، جا به جا اینو گفته بود و مجاهدین میخوان این به اصطلاح برنامه رو برگزار کنن یا وارد شدن، این بار منم این بسیج رو کردم. و این ابراز نگرانی از حضور مقاومت ایران و مجاهدین جاهای مختلف دیده شد. همین اخیراً یکی از این شعبه های وزارت اطلاعات به نام هابیلیان هست که همین سایت رو از این جور چیزا داره، صحبت کرده بود همون سرکردشون و سوز و گدازهای خیلی زیاد در مورد جایگاه مقاومت ایران به لحاظ بین‌المللی در کشورهای مختلف و نقشش. که خب یک تحول دیگه‌ای که داشتیم و شاهدش بودیم در همین هفته گذشته که همون همیاری با سیمای آزادی بود که خب به شکل خیلی گسترده از سیما پخش شد و دیگه نمی‌خوام به جزئیاتش بپردازم، ولی به نظر من نکته قابل توجهی درش بود که در این رویارویی طولانی مدت، یعنی 36 سال حالا بگیم از 30 خرداد 60 بین مقاومت ایران و این رژیم، این مقاومت و رویارویی طولانی کار رو به کجا رسونده که رژیم چگونه به زانو در اومده و شکست‌های استراتژیک خورده. حالا وضعیت رژیم رو بخوایم بررسی کنیم که تو بحث‌های بقیه بحثمون بهش اشاره می‌کنیم. یک وجهشه، یک وجهش اینه که رژیم می‌خواست با قتل عام سال 67، با نسل کشی که از همون 30 خرداد 60 شروع کرد، اعدام‌های بسیار گسترده، به خصوص تمرکز این نسل کشی روی قشر روشنفکر، دانشجو، دانشگاهی و فرهنگیان، میخواست رابطه مقاومت و مجاهدین رو با مردم قطع کنه، یعنی انقطاع به وجود بیاره. این همیاری که جوشش و فوران رابطه ها و عاطفه ها بود و به خصوص با کمک های زی قیمتی که میکردن، ولی از اون مهمتر خود این رابطه ها و عاطفه ها نشون داد که رژیم در این زمینه هم با همه اون قتل عام و نمیدونم کشتارها و علاوه بر اینها با شیطانسازی بسیار گسترده در طول این سالیان، که اگر همه انتشاراتی رو که این به وجود آورده، فیلم‌های سینمایی که ساخته، نمایشگاه‌هایی که گذاشته، بخوایم اینا رو ردیف کنیم الان اسمش رو ببریم، تا آخر برنامه هم فقط تیتراش رو بخوایم بگیم وقت با به اصطلاح وقتمون نمیرسه، با همه اینها شکست خورده. این خودش مسئله بسیار مهمه، یک شکست استراتژیک برای رژیم رو به نمایش گذاشت همین برنامه همیاری. استعفای نخست وزیر لبنان یعنی سعد حریری یکی از مهمترین رخدادهای هفته گذشته بود. الان یک استدلالی وجود داره و صحبتی هست که خب این از یک نظر به نفع رژیم بوده، چرا که یک دشمن سرسختی رو که داشته در لبنان که مخالف دخالت‌هاش در اونجا بوده و مخالف حزب الله که دست نشانده رژیم هست در لبنان بوده، خب با این استعفاش در واقع از صحنه خارج شده. نظر شما راجع به این نوع استدلال و این نظراتی که گاهی دیده میشه در بین ناظران یا تحلیلگران چیه؟ خب ببینید
اگر مجموعه تحلیل تفسیرها رو بذاریم رو هم، چون تحلیل تفسیری خیلی زیادی شده، بخش زیادش در درون خود رژیم، یعنی مثلا رسانه های رژیم، کارشناس های مختلف رژیم وابسته به دو باند مختلف رژیم گفتن، اینها رو بذاریم کنار هم، خب به این میرسیم که یک نگرانی خیلی واضحی در رژیم وجود داره که این اقدام یعنی استعفای سعد حریری گام اول یک طرحه، گام اول یک مجموعه سلسله اقداماتیه که عربستان سعودی جلو دارش هست و همونطوری که توی صحبت‌های خودشون هم اصلا بود، خود سعد حریری در اون صحبت اولیه که برای استعفا کرد، حالا یک بیانیه بود ظاهراً، اونجا گفت که ما می‌خوایم دست رژیم رو در لبنان قطع کنیم و نمی‌خوایم اجازه بدیم که دیگه لبنان چنین وضعیتی داشته باشه، چون وضعیتی که لبنان داشت این بود که خب یک دولتی بود مشترک، تعدادی از اصطلاح حزب الشیطان توش بودن وابسته به رژیم، بعد رئیس جمهور هم به تناسب این که هر دفعه چجوری، چون می‌دونیم که حدود بیش از یک سال فکر کنم بود که لبنان رئیس جمهور نداشت، نمی‌تونستن به توافق برسن، بعد دیگه همین تو ماهای گذشته به توافق رسیدن که همین میشل اون به اصطلاح اومد برای ریاست جمهور، ظاهرا اینجوری نشون میداد که به دو طرف وعده هایی داده، ولی الان در صحنه عمل به نظر میرسه که این به اصطلاح جبهه حزب الله اونجا به اصطلاح حزب شیطان قوی تر شده، در نتیجه الان به نظر میرسه که این تعادلی رو که وجود داشت، یعنی اونجا به هر حال یک دولت مشترکی که عملاً وقتی که همین عوامل رژیم در درون دولت لبنان بودن، دولت لبنان عملاً یک مشروعیتی پیدا می‌کرد که مثلا گویا بر اساس انتخابات، خب چون انتخاباتی هم می‌شد و به اصطلاح یک دولت مشروعی، الان با این استعفا و صحبتایی که خود حریری کرده به نظر میاد که این مشروعیت رو می‌خوان بهش پایان بدن، که یعنی الان اونچه که در لبنان موجوده یک دولت مشروع قانونی دیگه نیست، دولتیه که دیگه دست رژیم آخوندی توش دست بالا رو داره، در نتیجه شرایط رو فراهم میکنه برای اینکه کلن این دولت لبنان رو تحت فشار قرار بدن، حالا فشار در چه زمینه ای، از به اصطلاح حتی جنگ نظامی و فشارهای نظامی صحبت شده که خب نظرهای مختلفه، بعضی میگن ممکنه به جنگ ختم بشه، ولی حتی اگر این نباشه، اگر بحث تحریم‌های گسترده و فشارهای اقتصادی سنگین هم باشه، باز هم لبنان در مجموع با وضعیتی که داره زیاد نمیتونه در مقابلش تحمل بکنه، در نتیجه رژیم اینو یک اقدامی تلقی میکنه در راستای قطع دست خودش توی این منطقه، و از واکنش هم اینطور برمیاد که غافلگیر شده، یعنی انتظار چنین چیزی رو نداشته، اگر تو خبرها حتما دیدین که روز قبل از همین استعفا ولایتی که مشاور خامنه‌ای معمولا برای اقدامات سرفصلی و خیلی حساس از این سفرها میکنه، رفت لبنان و بعدش هم رفت سوریه پیش بشار اسد، اونجا صحبتی کرده بوده با هم سعد حریری که روز بعدش مسافرت کرد به عربستان سعودی و این استعفاشو اعلام کرد، بعضی رسانه ها گفتن اونجا ولایتی به ترتیبی تهدید کرده بوده، حالا هنوز افشا نشده که اون مذاکرات چی بوده، هیچ کدوم از دو طرف نگفتن، ولی بعضی رسانه ها به شکل مثلا همین خبرهایی که درز داده میشه گفتن که تهدید کرده بوده نسبت به آینده، و خب این نتیجهش بوده، چون خود سعد حریری هم گفت که طرحهایی برای ترورش بوده، در مجموع بنابراین به نظر میاد که راه داره هموار میشه برای فشارهای بیشتر، حرفای خود اون سرکرده حزب الشیطان هم همین واقعیت رو نشون میده، بنابراین اگر چنین چیزی باشه، اگر گامی باشه در راستای فشارهای بیشتر، این رو بذاریم کنار بقیه فشارهایی که الان موجوده روی رژیم، مثل تحریم‌ها، تحریم‌های مختلف که به اصطلاح هم بعضیاش اجرایی شده، بعضیاش الان در مسیر تکمیل تصویبش هست توی کنگره آمریکا، و این مجموعه رو حساب بکنیم خب معلومه که رژیم غافلگیر شده و خیلی هم تحت فشاره، حالا یک بعدش هم همون داستان موشکه که از
یمن شلیک شد به سمت عربستان که البته گفتن روی هوا منهدم شده، ولی استدلال های مختلف شد. از جمله خود رئیس جمهور آمریکا بلافاصله انگوش گذاشت که این موشک موشکی بوده که رژیم داده به یمن. خب این خیلی موضوع مهمیه. حتی در گذشته چنین چیزایی به این سرعت اعلام نمیشد که نقش رژیم، مثلا کشتی های پر از سلاح در مسیر یمن به اصطلاح توقیف میشد، پر از سلاح های رژیم، ولی معلوم نمیشد چی میشد، ساکت میموند، یا نمیدونم یکی دو بار منعکس میشد ولی به جایی نمیرسید. ما خیلی موارد داشتیم که نقش رژیم رو در این اقدامات تروریستی و جنگ افروزانه میپوشوندن در گذشته ها، نه فقط زمان اوباما، حتی قبلش. مثلا حتی داشتیم در زمان کلینتون، همین لوئیس فری که رئیس اف بی آی بود اون موقع گفت خودش که به اصطلاح انفجار خبر در عربستان که حدود 19 یا 20 آمریکایی اونجا کشته شدن، این رو تحقیق کرده و فهمیده بود نقش رژیم، دست رژیم، مثلا طرح رژیم بوده. این طرح وقتی برده بود به کاخ سفید جلوشو گرفته بودن که مبادا منتشر کنی. خب خیلی از این موارد در گذشته داشتیم، به خصوص در دوران اوباما که نمیذاشتن. از جمله مثلا همین اسناد مربوط به رابطه رژیم با القاعده که در اسنادی که از محل بن لادن کشف کرده بودند. در سالهای گذشته معمولا اسنادی که منتشر میشد از رابطه رژیم اونایی بود که نشون میداد رژیم با القاعده درگیره یا اختلاف داره، و هرچی هم به اصطلاح پیگیری میکردن که آقا بقیه اسناد، مثلا رسانه های مختلف یا مثلا خبرنگارانی خواستار این میشدن که این اسناد بقیه‌اش چی شد، میگفتن همیناست یا نشون نمیدادن یا نه. ولی الان اسنادی که اخیراً توی این دوران جدید بعد از تغییر دوران منتشر شده نشون میده که رژیم چه رابطه های به اصطلاح کارهای مشترکی با القاعده کرده، چه اقدامات مشترکی کرده بود. خب این خیلی مهمه. پس بنابراین الان یک به اصطلاح تفاوت هایی در صحنه وجود داره. به این دلیل رژیم اقدامات جنگ افروزانه ای رو که شروع کرده بود تا در مقابل فشارهای آمریکا طبق روال سالیان گذشته یا دهها سال گذشته که معمولا از این طریق باج میگرفت که شاید بتونه باج بگیره، این بار نشون میده که در بستر تغییر دوران اینا به عکس خودش تبدیل میشه، مثل همین داستان موشک و یا همین اقداماتی که میخواسته از لبنان بکنه، هرچی که بوده که بلافاصله با این واکنش رو داده شده. بنابراین به این دلیل رژیم غافلگیر شده و به شدت نگرانه. بله، خب اگر در واقع لبنان تحت فشار زیادی قرار بگیره و این کشور وارد یک مرحله بحرانی بشه، آیا این خودش زمینه ای نیست که رژیم بخواد از این آب گلالود دوباره ماهی بگیره؟ تجربه عراق و سوریه هم هست که این تهدید وجود داره که رژیم وارد بشه و بخواد اونجا نفوذ بیشتری پیدا بکنه، چون که دیگه بحرانی هست و رقباش هم کنار کشیدن، و این دستشو باز بکنه که کنترل بیشتری به دست بیاره. آیا این تهدید وجود نداره؟ خب اگر تصور کنیم که همونطوری که رژیم بعضی وقتا ادعا میکنه، ادعاهای تو به اصطلاح تو خالی و پوشالی که خب خیلی از عملکردهای بعدی خودش اینا رو نقض میکنه، همونطوری که ادعا میکنه که قدرت بزرگ منطقه‌ای هست، اگر بخوایم این تصور کنیم که این چنین چیزی واقعیت داره، یعنی در تعادل قوا میتونه در مقابل جبههی که در منطقه علیهش وجود داره، حالا عربستان و کشورهای دیگهی که با عربستان هستن، عربستان سعودی و آمریکا هم که الان در شرایط کنونی بعد از دوران اوباما حمایت میکنه از همین رویارویی های عربستان و خلاص اختلافاتی که با رژیم وجود داره، اگر تو این صحنه تصور کنیم که بله رژیم و متحدانش که حالا همین حزب الشیطان مثلا توی منطقه یا بشار اسد که محلی از اعراب اصلا به عنوان یک نیرو و قدرت نداره، چون اونجا فقط رژیم و روسیه هستن دیگه، همه رسانه هم گفتن، اگر بخوایم اینجوری حساب کنیم که واقعا میتونه محلی از اعراب داره رژیم در رویارویی در تعادل قوا، خب بله حرف شما درسته، میتونه از این فرصت استفاده کنه، تشدید کنه تا اونا رو وادار به کوتاه اومدن بکنه. اما واقعیت اینه که چنین چیزی نیست. اینو از کجا میفهمیم؟ اولا که خب کدوم منبع قدرت؟ واقعا رژیمی که از نظر اقتصادی به زانو در اومده
رژیمی که هر روز در داخل در جامعه ای که به اصطلاح بهش حاکم هست، همین وضعیتی که الان گفتیم که یه بخش کوچیکش رو گفتیم، اعتراضات، لشکر به قول خودشون لشکر بیکاران، لشکر گرسنگان، ابعاد گسترده اعتراضات انفجاری از داخل در درون خودشون، این همه رویارویی و درگیری و به اصطلاح جنگ قدرت تو درونشون، به لحاظ اقتصادی از تحریم ها هنوز سر بر نیاورده، تحریم های بعدی و خلاصه به زانو در اومده. خب این رژیم آخه چجوری میتونه در مقابل یک جبهه ای که در منطقه وجود داره خلاصه قد علم کنه؟ به همین دلیل هم هست که میبینیم اقداماتی که رژیم میکنه تحت عنوان قدرت نمایی، مثل همین موشک پرونی از یمن من. یا اقدامات جنگ افروزانه که قبلا نونشو میخورد، قبلا یعنی که در دوران اوباما، در دوران مماشات، مثلا فرض کنیم یه تحریکی میکرد علیه اسرائیل، فرض کنیم که بعد وادار بکنه به باج دادن، اونها قدرت رژیم نبود، اونها به اصطلاح توان اقدامات جنگ افروزانه ای بود که به اعتبار بستر مماشات جواب میداد. اگر در مقابل این رژیم کسی باشه که بیاد جلوش بایسته، ما اینو دیدیم همواره، حتی در داخل کشور اون جایی که معترضین می ایستند مجبور میشه عقب نشینی کنه، همینطور به لحاظ بین المللی هر جا از روز اول جلو این رژیم کسی محکم ایستاده، رژیم عقب نشینی کرده، حتی عقب نشینی های خیلی شدید به قول خودشون آسانسوری، به قول بعضی از رسانه های رژیم که میگن. خب بنابراین اونا مبنای قدرت نیستند، به همین دلیله که نه، جواب این سوالی که شما گفتین منفیه، امکانی نداره رژیم برای ایستادن و خلاصه به اصطلاح تشدید قضیه، بنابراین مجبور عقب نشینی. کما اینکه یه نمونه خیلی بارزش رو بگم، همین توقیف کیهان خامنه ای که ما بهش میگیم کیهان خامنه ای چون ارگان خامنه ای در واقع، این اومد یه تیتری زد که تو تیتر صفحه اولش که بعد از عربستان یا بعد از ریاض دبی هم میتونه هدف همین موشک ها باشه، نمیدونم شهر شیشه‌ای دبی و ساختمان ها و فلان میتونه هدف باشه. انقدر ترسیدن، حالا جالبه که این ارگان کیه؟ خود خامنه ایه. اومدن توقیفش کردن. کی توقیفش کرد؟ یه وقت هست میگیم که مثلا ارگان های وابسته به دولت روحانی تو رقابت باندی اومدن استفاده کردن. کی توقیفش کرد؟ اساسا قضاییه رژیم و دادستان به اصطلاح تهران در صحنه این توقیف بود، که اینا همه ارگان ها و قسمتی هستند که تحت هژمونی خود خامنه ای هستند. یعنی ببینید انقدر وحشت که مجبوره با این توقیف دو روزه سمبولیک پیام بده به صحنه بین المللی. پیام چی؟ که نه، ما دنبال ادامه این کارا نیستیم، دنبال هدف قرار دادن دبی و اینها نیستیم. خب بنابراین اگر واقعا یک توانایی داشت و میتونست چنین کار رو بکنه، بهترین فرصت بود که از قضا همین پیام ها رو بده، بگه بله به ظاهر ما نیستیم یمنه، ولی حواستون جمع باشه. میتونست این کار، ولی میبینیم که نمیکنه. حتی میبینیم که خود خامنه ای که بعد از چندین روز سکوت به صحنه میاد، همین به مناسبت به اصطلاح اربعین و که اینا که اومده بود، حرفی که زد با نیروهای خودش چی بود؟ همش از اول تا آخر استقامت کنید، راه ناهمواره، راه سخته، انبیا هم حتی راه همواری نداشتن، همه با مشکلات مواجه بودن. این حرفا یعنی چی؟ یعنی یک جریان خیلی خطر خیلی سنگینی در پیچه، یعنی اوضاع خیلی جور نیست، و الا نمیاد به نیروهای ریزشی خودش این حرفا رو بزنه که بیشتر بترسونتشون. وقتی میاد اینو میگه، معلومه که اوضاع واقعا خرابه. یک کلمه نیومد راجع به همین تحولات و همین به اصطلاح داستان استعفا، داستان موشک، اینا حرفی بزنه، بیاد موضع بگیره، یا بیاد بگه که بله موشک ما که مثلا به ظاهر نبودیم، ولی خب حقتونه، مثلا یک دود و دمی بکنه. چنین چیزی دیده نشد و اصلا وارد نشد، بلکه بیشتر صحبت‌های خیلی به اصطلاح از موضع ضعف و ذلت، اینکه آقا مواظب باشین، شرایط رو باید استقامت کنین. خب اینا نشون میده که نه،
چنین چیزی امکان پذیر نیست. روحانی تو صحبت‌های اخیر خودش در جلسه دولت خطاب به عربستان گفت بزرگتر از شما نتونستن با ما، یعنی با رژیم مقابله کنن. خب آیا این حرف به معنی به قدرت، به اصطلاح قدرت نمایی و به رخ کشیدن قدرت خودش نیست؟ در رابطه با همون تعادل قوایی که شما میگین، آیا نشون نمیده که رژیم همچنان قدرت نمایی میکنه؟ خب ببینید، اگه این حرفای روحانی رو نکنید، بقیه حرفاش هم کنار هم بذارید، خیلی این جمله‌ای که شما گفتین رنگ باخته است توی حرفای دیگه‌اش. اصلا حرفایی که روحانی زد توی مثلا اون جلسه هیئت دولتش و این حرفا، همش اینجوری بود که خلاص از موضع خیلی پایین و ضعیف که خب چرا به ما این حرفا رو میزنید، ما آماده دوستی هستیم، ما تو منطقه کاری نکردیم، ما جز دوستی به اصطلاح نقشی نداشتیم، اگر در عراق و سوریه هم رفتیم از ما دعوت کردن دولت‌های مردم، ما رفتیم علیه داعش، الان آماده صلح و دوستی و اینا. همش حرفاش در این زمینه بود، یعنی بیشتر باید گفت دجالگرانه بود تا دود و دم بخواد باشه. بنابراین نه، اگر دود و دمی بخواد بکنه یا باید یک تهدیدی رو خلاصه، چون قبلا که دود و دم میکردن مثلا نوک تهدید رو هم نشون میدادن در سالهای قبل، مثلا میگفتن که خب وقتی که شما اینجوری از تروریسم حمایت میکنین باید آماده باشین که عواقبش هم بپذیرین، ولی ما الان چنین چیزایی توی صحبت‌های روحانی و هیچ کدومشون به این شکلی، حتی سرکرده سپاه پاسداران هم که اومد صحبت کرد بلافاصله، اومد همش استدلال کرد که ما نبودیم، موشک به ما مربوط نیست، اصلا مال خودشون. خود روحانی استدلال کرد اینا از قبل، از زمان مثلا همون علی عبدالله صالح اینا رو در انبارهاشون داشتن، میخواست اینا رو به اصطلاح رفع و رجوع بکنه. بنابراین چنین چیزی به نظر نمیرسه. سوال بعدیم اینه که هم روحانی و هم امام جمعه های خامنه‌ای در نمایش جمعه اخیر که صحبت کردن اشاره کردن به حضور 10 میلیونی در اربعین، که در واقع قلمداد کنن که این قدرت رژیمه. باز هم آیا این نشون نمیده که رژیم میخواد در تعادل قوا در واقع خودشو برتر نشون بده و خودشو برتر میدونه؟ بله، نون خوردن از به اصطلاح پوشال خب همیشه کار این رژیم بوده. اربعین هم یک اتفاقی افتاده در عراق، چه ربطی به این رژیم داره؟ فرض کنیم که اونجا چنین جمعیتی اومده باشه، فرض کنیم که این آمارها درست باشه، خب چه ربطی به رژیم داره؟ سالهای گذشته هم همینطور بود، سعی میکردن از این صحنه بگن که چون خب اینا شیعیانن اومدن، پس ما هم که به اصطلاح سردمدار شیعیان هستیم، پس بنا همه اینا نیروهایمون. خب اگر همچین نیرویی داری بیا بیست، همین که میگفتیم بیا بیست، واقعا خودی نشون بده، ماده کن این به اصطلاح قدرت رو اگر واقعیت هست. نه، اینکه یه حرف پوشالیه و بیشتر از قضا آویزون شدن به چنین حرفی که ربطی به اون داره. همه رسانه‌ها خیلی وقتا از سالهای گذشته همیشه میگفتن چه ربطی به داخل ایران داره، چه ربطی به تو داره، چه ربطی به یک پایه مثلا قدرت اقتصادی داره. بنابراین این هم پوشالی بیشتر نیست در این زمینه. سوال آخرم در رابطه با سفر هیئت 70 نفره اروپایی به تهران. اروپایی‌ها از حفظ برجام حمایت می‌کنند و در این زمینه با آمریکا اختلاف نظر دارند. آیا همین باعث نمی‌شه که رژیم بتونه از این شکاف و این اختلاف نظر در واقع استفاده کنه برای اینکه خودش رو از وضعیت فعلی در مورد برجام خارج کنه؟ بله. خب ببینید، وضعیت فعلی اینه که رژیم سر یک دوراهی گیره. دوراهیش چیه؟ دوراهی که خود خامنه‌ای از قضا قبلا ترسیم کرده. یه راهش اینه که بیاد تسلیم بشه. تسلیم شدن خود خامنه‌ای گفت عبارت هست از برجام 2 و 3 و اینا. برجام 2 و 3 دوش چیه؟ موشکیه، یعنی مذاکره و گفتگو بر سر موشک. بله، موشک و کم 3 سوریه و منطقه و ایناست که میگفت اگر وارد اینها بشیم این یک تنزل بی پایانه، خامنه‌ای قبلا گفته. الان ببینید صحنه چی شده. آمریکا، خود این توی رسانه‌های رژیم هم هستا، الان من دیگه چون وقت کمه و الا این همین روزنامه به اصطلاح جوان مال ارگان سپاه پاسداران کامل اینا رو واضح گفته، جهان صنعت که مال باند روحانی از جهت دیگه گفته، یک روزنامه به نام وطن امروز که باز مال باند خامنه ای از جهات دیگه گفته. صحنه اینجوریه که میگن دولت آمریکا که اصلا دنبال مذاکره با اینا نیست، تحریم هایی رو داره تون تون وضع میکنه، همون تحریم مادر تحریم ها یا سیاه چاله
الان اجرایی شده، تحریم های دیگه هم در راهه. میگه خب اگه خواستین تحریم ها نباشه باید بذارین کنار، موشک رو بذارین کنار، به اصطلاح از منطقه هم بکشین بیرون تا این تحریم ها، یعنی مذاکره هم بحث مذاکره. و بعد حتی برجام هم الان زیر سواله. خود رئیس جمهور آمریکا هم گفته که کنگره بررسی کنه و گفته اگر کنگره و متحدانمون حاضر نشن در جهت لغو برجام بیان، من خودم یک جانبه این کارو میکنم. بنابراین از این جهت اروپایی ها که حالا اومدن، قبلا مثلا میگفتن برجام تو بستر مماشات یه معنا داشت، الان که بستر فرق کرده یه معنا دیگه. اینا میگن که برای اینکه برجام پا برجا بمونه باید بیم یه الحاقیه‌ای به این برجام اضافه کنیم، به طور مشخص رئیس جمهور فرانسه و کلن اروپایی ها. توی اون الحاقیه یکش برجام موشکیه، یعنی همون برجام دو، همون که خامنه ای ازش در میره. پس بنابراین تازه اینها که دارن میان میگن برای اینکه دوچار اون خلاصه فشار شدید تحریم های آمریکا نشی، بیا بپذیر سر موشکی مذاکره کن، موشک رو کوتاه بیا ازش، منطقه رو کوتاه بیا، برجام دو و سه تا مسئله. بنابراین الان تازه اینهایی که به اصطلاح رژیم میخواد به آویزون بشه به این تناب، به عنوان تناب اونیست که میبرتشون به کجا؟ به همون چیزی که خامنه ای میگه تنازل بی پایان. بنابراین نه، نمیتونه. اگه اینا توان اینو داشتن که واقعا برجام دو و سه رو برن، حال گرچه توی همین رسانه های مثلا روحانی اینا که میبینیم همه دارن دعوت میکنن که بله کوتاه بیاییم بریم مذاکره کنیم در مقابل اون بقیه. خود خامنه ای هم که سکوت میکنه معلوم نیست، شاید واقعا دوباره طرحی برای نرمش قهرمانانه و اینجور چیزا اینجا داره برای کوتاه آمدن. حالا باید در عمل دید که بیاد واقعا حرفشو بزنه به صحنه، ببینیم که چیه. ولی واقعیت اینه که تازه اگر برجام دو و سه بشه، همونیست که ازش وحشت داره و به هر حال یک به اصطلاح فشارهای اساسی یا زیر پای این حاکمیت ننگین رو خالی میکنه. بنابراین نه، نمیتونه این ریسمان نجاتی باشه براش. و همینطوری که میبینیم روز به روز صحنه داره هی حلقه داره تنگتر میشه. خب نقش مقاومت ایران و حضور قدرتمندش هم که الان گوشه ایشو بهش اشاره کردیم این هم هست. بنابراین آینده برای نظام اینطوری که می نماید همچنان تیره و تار هست. ولی یک بار دیگه تشکر میکنیم از حضورتون در برنامه سرخط.